با پایان یافتن سومین مرحله رایدهی، شش فینالیست مسابقه ایران فریدام آیدل مشخص شدند و از روز دوشنبه 4 آوریل وارد مرحله 4 رایدهی شدیم. با درود به همراهان گرامی برنامه ایران فریدام آیدل، نسرین زیربندیان هستم. در پایان سومین مرحله رایدهی، دو اثر دیگه از ادامه مسابقه باز موندن. حالا به بخش‌هایی از پاسخ‌هایی که یکی از این هنرمندان به پرسش‌های ما داده بودند نگاه می‌کنیم. درود، من آرش هستم از گروه تارانتیست. ما گروه تارانتیست رو وقتی که خیلی کم سن و سال و نوجوان بودیم، حدود سالهای 2001 در زیر زمین های تهران را انداختیم. من با برادرم ارسلان و چند تا دیگه از دوستا و همکلاسی های مدرسه قدیم، و توی تمام این سالها ما در واقع پیغام ها و موضوعاتی که مربوط به مسائل جامعه میشه را همیشه توی موسیقیمون دنبال کردیم، فریاد زدیم خیلی وقتا و سعی کردیم بهشون اشاره کنیم. در واقع خونستان، همونجور که از اسمش مشخصه، اشارهی به مسئله خوزستان و بحران آب که پیش اومد داره، ولی تنها محدود به مسئله خوزستان نمیشه. کل اتفاقایی که تمام این سالا همیشه دنبال دار بوده و هیچ موقع تمام نشده رو هم دربر میگیره. مثلا البته که هیچ موقع مسابقه و جایزه و چیزی برای ما هیچ موقع مهم نبوده، نیست، نخواهد بود. مهم مطرح کردن یه موضوعی هستش. ما نه هیچ موقع به حتی به پول در آوردن از روی موسیقی فکر کردیم یا به چیز دیگه‌ای. در صورت شرکت در مسابقه یا بردن جایزه اصلا هیچ موقع ملاک نبوده برای ما و نخواهد بود، همونطور که گفتم. و ما همیشه کار خودمون اونجوری که دوست داریم، اونجوری که دلمون میخواد صحبتمون عنوان بشه رو مطرح کردیم و خواهیم کرد. در ضمن یکی از نکات مهمم که خوبه که هنرمندان در نظر داشته باشن اینه که هنرمند از مردم، باید برای مردم باشه و باید در کنار مردم باشه. حالا به بخشی از اثر یکی از این هنرمندان گوش میکنیم. هوای ابری مه و دود، سرنگ و دستای کبود، وسوسه های هر شبه، اونی که بود دیگه نبود. گریه نکن دخترکم، اینجا پر از دو رنگیه، توی خیابوناش فقط صورت تکای رنگیه، سیاه‌سفید خاکستری، خورشید و زیر رو سری، آرزوهای گم شده پشت غبار تو سری. مدیریت مسابقه ایران فریدام آیدل موفقیت هنرمندان گرامی این دو اثر رو در سپهر موسیقی اعتراضی ایران آرزو میکنه. لازمه بار دیگه یادآوری کنم که هنرمندانی که در این مسابقه شرکت کردن، همبستگی خودشون رو با ملت قهرمان و آزادی خواه ایران که در هر فرصتی اعتراض خودشون رو در کف خیابونها فریاد میزنن نشون دادن. به همین دلیل همه آثاری که در مسابقه پذیرفته شدن برای ثبت در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی بر روی دیوار افتخار سایت ایران فریدام آیدل قرار می گیرن.
اینک 6 اثری که به مرحله بعدی مسابقه راه یافتن رو به ترتیب بالاترین جمع کل نمرات اعلام میکنم. تنین آبان، ارشک. خروش، امید توتیان. روبه آزادی، بهرام راد. خاکستر، امید توتیان. ردای خون، فرزاد بنی. کابوس پریها، شایان دیبا. اگه دقت کنیم میبینیم که جابجایی زیادی در رتبه بندی آثار در مراحل رایدهی گذشته صورت گرفته که مربوط به تأثیر زیاد آرای هممیهنان به آثار دلخواهشونه. من تنین صدای آبامونم، یاقی و شورشی خطابم کن. با تو هم ای مورخ تاریخ، بنویس و مرا کتابم کن. بنویس از گلوله جنگی، از نبرد گلنگ دن بازه. بنویس از کبودی باتون، علت صرفه های اشکاوه. بنویس از غم خیابان ها، از جسد های روی هم مانده. بنویس از جدال ما با کوه، این کتابت قل کم مانده. بنویس از مسلسل و سینه، از قامت مادری که خم مانده. بنویس از طلوع آزادی، اندکی صبر یک قدم مانده. آن که دل دریا بود، مردی از دنیا بود، قصه فردا گفت، تشنه فردا بود. در شبی تنها گفت، صاف و بی پروا گفت، با دلی پر امید به تمام ما گفت. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزم، همه بر میخیزم. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزم، همه بر میخیزم. آن که دل دریا بود، مردی از دنیا بود، هم شب و هم زنجیر، هم صدای ما بود. کاشکی اینجا بود، در کنار ما بود، شاهد بیداری، کارزار ما بود. انتخابی نبود غیر از این، خون من خونبهای آزادی. واسه خاک میهنت باید هرچه بود و نبود و میدادی. امر کردن همه سکوت کنید، اینجا همه اعتراض وارد نیست. جرم این اعتراض
سنگینه، ملت هم اتهامش آزادی. خاکستری از من نمیمانم، میسوزم اما خانم روشن نمیمانم. هر اون چه میبینم به جز تو دیدنی نیست، ما را گرچه فرصت دیدن نمیمانم. از بس که میبارد به سر سنگ مصیبت، من نمیمانم. از یار دیروزی به رسم یادگاری، جز جای زخم تیغ بر گردن نمیمانم، جز جای زخم تیغ بر گردن نمیمانم. پر از خشمم، پر از فریاد، پر از درد و پر از کینه. نمیدونی چه دردایی نشسته توی این سینه. 176 نخبه با پروازی به هیچ استان. خدایا این گلو خشکی پای بغض بلوچستان. تو آبانی که رد خون ردای این سرزمین بود، گلوله ها با هر بوسه گل سرخ با رو زمین بود. تو آبانی که مادرهاش خمیدن از غم و غصه، رو دوش بچه هاشون بود تا دیروز کیف مدرسه. هزاران گل که پرپر شد به دست کاسبان دین تو آبانی. مرگ غریب آینه ها امروز، کابوس بی امان پری ها بود. در روزگار قحطی عشق و نور، هر روزنه نوید مسیحا بود. نقطه پایان است، هر پنجره خاموش بین هر دیوار، همچون خدا که در دل زندان است، همچون خدا که در دل زندان است.
ارزشات باش به این هنرمندان گرامی در این بخش از برنامه موزیک ویدئوی یکی از آثاری که دیگه در مسابقه نیست رو با هم میبینیم. آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند. معنویات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. نمیتونم، شما ندیدید ریحانه منو امروز؟ آخه انشالله که درست میشه. حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد کجا بریم. اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشت. اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون نداره. خیلی خوب، بی خیالم راحت. مرحله سوم گزینش برترین های مسابقه ایران فریدم آیدل با مشخص شدن 6 فینالیست به پایان رسید و اینک مرحله چهارم رایدهی برای گزینش 3 فینالیستی که به مرحله پنجم خواهند رفت در جریان است. در این مرحله وزن آرای داوران و هممیهنان 50% است و هممیهنان می توانند به اثر دلخواه خود هر روز یک رای بدهند.
ایران فریدم آیدل، نخستین کارزار موسیقی سیاسی. در پایان مرحله چهارم رای‌دهی، یعنی در مرحله نیمه نهایی، سه فینالیست مشخص خواهند شد. همانطوری که از قبل اعلام شده بود، در این مرحله هم وزن آرای هم‌میهنان و داوران یکسان بوده و 50% هستش. سومین قرعه کشی برای دارندگان امتیازهای رای‌دهی، نظردهی و اشتراک گذاری هم انجام شد و کاربری با نام مرمر نون برنده جایزه 100 دلاری شدند که حضورشون تقدیم خواهد شد. با آرزوی استقرار هرچه زودتر نظامی سکولار و دموکراتیک در میهن عزیزمان ایران، بدرود تا برنامه آینده.